درود به آقای بهبانی عزیزم و یکایک شنوندگان این برنامه هفتگی. عنوان روایت امروز من چنین است: شاهان پهلوی در دام چاپلوسان. تملق و چاپلوسی بلای جان ایرانیان. ولی قبل از عرض این روایت، بر روال همیشگی چند خبر جالب را با رعایت ایجاز و اختصار کلام از نظرتان می گذرانم. داعش دیروز به فرانسه هشدار داد. یک معلم در حومه پاریس توسط شخصی که مدعی شده عضو گروه موسوم به دولت اسلامی داعش است هدف حمله قرار گرفت و شدیداً زخمی شد. به گزارش رسانه‌های فرانسوی، تمام رسانه‌ها این عنوان کردند با تیتر درشت: حمله هنگامی صورت گرفت که این معلم بیچاره در کلاس درس در مدرسه تنهای تنها بود، چون یک ساعت قبل از اینکه بچه ها بیان رفته بود مطالب رو حاضر کنه برای اون بچه ها. در هر حال این مشغول آماده کردن اینا بود، یک دفعه در باز میشه و یک مرد مهاجم که صورتش رو نقاب گذاشته بود با تیغ مکتبری و قیچی که در دست داشت به این معلم بیچاره حمله میکنه. منابع پلیس فرانسه میگن که مهاجم خیلی ضربات به صورت و پهلو و گردن این معلم زده، اما خوشبختانه این ضربات منجر به کشته شدن معلم نشده و الان در بیمارستان تحت نظره. در هر حال این حمله ساعت 7:05 صبح پیش از آغاز کلاس درس و آمدن دانشجویان به کلاس انجام شده است. گزارش شده که مرد مهاجم هنگام ورود به کلاس نقابی بر صورت داشته و دستکش‌هایی در دست داشته است. او هنگام حمله فریاد می‌زد: این داعش است که به شما هشدار می‌دهد. مهاجم پس از حمله فرار می کند. الان پلیس یه تیمی را برای دستگیری او مأمور کرده است. بر اثر گزارش خبرگزاری فرانسه، داعش در مجله فرانسوی زبان مخصوص به خودش که نام اون مجله دارالسلام است، از پیروان خود خواسته است که علناً با تیتر درشت تو این مجله خوانده میشه: معلمان را همه در فرانسه به خط برسانید، چون به گفته این گروه آنها به دلیل آموزش سکولاریسم دشمن خدا هستند همشون. ماه گذشته حملاتی در پاریس، حدود 300 کشته 300 زخمی بر جای گذاشت که در پی آن رئیس جمهور فرانسه تا 3 ماه شرایط اضطراری در کشور فرانسه اعلام کرده است. خبری هم که الان برای من رسید اینی که نامگذاری درخت آزادی و حقوق بشر در شهر کلن آلمان به نام نرگس محمدی و محمد ملکی و بزرگ داشت روز جهانی حقوق بشر در سال 2015 در شهر کلن آلمان 14 دسامبر 2015 برابر با 23 آذر ماه 1394 روز شنبه 12 دسامبر میشه دیروز، نه میشه پریروز. با
پای درخت آزادی حقوق بشر در پارک حقوق بشر کل برای چهارمین بار برای چهارمین سال مراسم نامگذاری این درخت برگزار شد. در سالهای پیش آن را به نام بزرگانی چون دکتر محمد مصدق، مهندس عباس امیر انتظام و فرزندان دلاور وطن و جان باختگان دهه 60 و آن نام آزاد زنانی که در بند بودند مثل نرگس محمدی و پیر مبارز و پرچمدار حقوق ایران استاد دکتر محمد علی محمد دکتر محمد ملکی. در هر حال عکس های بزرگ این دو نفر بر درخت نصب شده و عکس ها کاملا نشون میده. تعداد بسیار بسیار زیادی در این آیین شرکت کرده بودن. در ابتدای این آیین خانوم پروین واحدی پور از مبارزان با سابقه و از زندانیان رژیم پیشین ضمن خوش آمدگویی برنامه آیین را اعلام کرد. سپس آقای زرقام محمودی عضو خانه همبستگی و گرداننده این مراسم مربوط به نامگذاری درخت با خواندن شعر خانه دولت دوست کجاست که سهراب سپهری آن را سروده است به طور چهره های فرهنگی که اونجا حضور داشتن، در هر حال با این شعر این آیین نامه را افتتاح کرد. و از دوستانی که از راه های دور حتی از کشورهای مختلف اروپا در این مراسم شرکت کردند از همه آنها سپاسگزاری کرد. سپس آقای دکتر پژمان پیام دکتر ملکی را که ایشان در تهران است و پزشکان اجازه سفر به او ندادند به این شهر قرائت کرد. امیدوارم که توانسته باشم به سهم خودم در نیم قرن گذشته در راه احقاق حقوق بشر در ایران گام‌های کوچکی برداشته باشم. یقینا درخت آزادی و حقوق بشر با تلاش تک تک زنان و مردان دردمند و آزادی خواه اینها که در ایران واقعا فعالیت می کنند به بار خواهد نشست. مبارزات و این کار جمعی که شما بر عهده گرفتید حتی اگر گام هایی کوچک باشد نتیجه خواهد داد. دور نخواهد بود روزی که ابر تیره استبداد دینی از سر ایران عزیزمان دور شود و شاهد پرتو آزادی و عدالت در میهنمان باشیم. افراد دیگری نیز سخنرانی کردند. این برنامه با موسیقی زیبایی که این آقای رضا نظری انجام داد ادامه داشت و تعداد دیگری هم سخنرانی کردند پایان گرفت. حالا براتون واقعا میخوام یه نکته رو عرض کنم که دلم میخواد واقعا گوش کنید که شنوندگان نازنین من ببینید چه اشخاصی الان حاکم بر ایران هستند. به حال روز خودتون گریه کنید.
تأثیر و تأثیر بیش از این نمی شود. ببینید من براتون روایت می کنم، ببینید چه حیواناتی بر سر کارند و ترشحات مغزی آنان بر چه پایه است. شما رو به خدا یادتان هست چه بودیم و حالا چه شده ایم؟ گوش کنید، تراوشات مغزهای مریضی که الان بر من و شما و 73.4 میلیون ایرانی حکومت میکنه. گوش کنید ببینید، امام جمعه شهر انار که والا من نمیدونم شهر انار اصلا در کدوم استانه، شهر انار، مردانی ایشون اینه میگه، گذاشته تو سایتش تو فیسبوکش، هم دیگه اینا فیسبوک دارن الان، مردانی که زنانشان با آرایش از خانه بیرون میروند همشون دیوس هستند. حالا گوش کنید، آخوند علم یا میگن علم الهدا یا علم الهدا، من والا اینا رو سر در نمیارم از این عرب چیزایی دارم، خودم هم چیزی میدوستم، مثلا یه لغت عربی نمیدوستم. آخوند علم الهدا، حالا ایشون ببینید چی میگه، صاحبان اصلی ایران امامان عرب هستند. آخه شما رو به خدا گوش میکنید، حالا آیت الله جنتی ببینید چی میگه، دانشگاه رفتن خانوم ها از بدبختی و بیچارگی خانوم هاست. مرتضی آقا تهرانی میگه غلط کردید که با این کتاب که شاهنامه شاهنامه میکنید، شما کاری کردید که زبان قرآن کنار گذاشته شود، به جای آن عجم زنده کردید. این حرفا چیه؟ مزخرفات چیه؟ من خودم فارسی زبانم ولی میگویم این فارسی، آخه چه گلی تا حالا به سر شما زده که همینجوری میگید بهتر، ولی بهترین زبان الان زبان عربی است. فراموش کردید که ما عربی؟ حالا گوش کنید، تو رو به خدا گوش کنید. حالا حجت الاسلام انصاریان، ایشون میگه گوش کنید، ایده سفر هوایی. آخه مردی که ایده لغت فرانسویه، فارسیشه چرا نمیگی؟ البته در نظر داشته باشید 30% زبان فارسی فرانسه است. یعنی میگرد حتی اسفالت خیابون فرانسه است. میخوام بهتون بگم تمام اصطلاحات پزشکی فرانسه است، تمام اصطلاحات تئاتر و موسیقی فرانسه است. یعنی من اگه به شما بگم حالا شما کراوات میگید، نه من پاپیون میگید، ژوپون میگید، اینا نه والا، متوجه میشید؟ واقعا الان من میتونم باور کنید یه جلسه دارم میخواد که برای شما بگم چه چیزهایی که شما به فرانسه میگید، همین رستوران رو میدونید شما میگید رستوران، یه اصلش فرانسهش رستورانه، متوجه میشید؟ اینقدر اسم روبرت هست در ایران، در حالی که اصل این روبرت روبره، نیست آخرش به فرانسه یه ته میذارن اونش هم میخونن. حالا بگذاریم، اگه من بخوام اینا رو بگم مثلا یادم میاد چی میخواستم بگم. خلاصه این آقای حجت الاسلام گفته ایده سفر هوایی، این متعلق به حضرت سلیمانه، نه این برادران رایت که شما می نویسید و میگید. اولین پرواز را حضرت سلیمان با قالیچه خودش انجام داد. چرا تاریخ نمیخونید؟ چرا اینها را شما نمیدانید؟ این مزخرفات چی میگید؟ برادران رایت اینا اختراع کردن هواپیما رو. حالا امام جمعه اصفهان ببینید چی میگه، بیایید برای تعدد زوجات فرهنگ سازی کنیم، به مردم یاد بدیم چقدر سیغه خوب است. خانواده ها هر 2 سال باید یه فرزند به دنیا بیاورن. بازم علم الهدا، علم الهدا، امام جمعه مشهد هم هست این آدم ها. فیسبوک فساد است و نمی گذارد امام زمان زودتر ظهور کند. این فیسبوک از ظهور امام زمان
جلوگیری کرده است. باید فیسبوک برود. دولت باید هنگام نماز و روزهای عزاداری انترنت ها رو همه رو قطع کنه. آیت الله مصباح عزیز ببینید چی میگه. مواظب باید باشیم، گوش به زنگ باشیم. کسانی که اولویتشان ایرانی بودن است هیچ وقت سر کار نیایند. حجت الاسلام قرائنی ببینید چی میگه. افزایش دانشگاه ها آمار جنایت ها را در کشور زیاد میکند، بالا میبرد. حالا ببینید واقعا چی ایشون داره میگه. ایشون جدیدترین نظریه پرداز علم جرم شناسیه، یعنی تمام کتاب هاست در خود واقعا چی شده ایشون حرفش میکنه. میگه دانشگاه ها موجب میشن که جنایت در کشور زیاد میشه. ایشون میگه اصلا چه معنا دارد که زن درس بخواند؟ این عین اشاعه فاحشه خانه هاست. احکام دفن در مناطق زلزله زده شده بهتر است زنان را 10 تا 20 تا اینا رو بغل هم این و مردها را 10 تا 20 تا در بغل هم دست جمعی دفن کنید، نه دانه دانه. آخه شما را به خدا توجه کنید. بدبخت مردم زلزله زده با چشمانی گریان ببینید در چه حالی هستند و این آخوندها به چه چیزهای خنددار واقعا فکر میکنند. حالا از افاضات عالم فرزانه ببخشید حضرت آیت الله ایمانی امام جمعه فاضل و محترم شیراز براتون میگم. ایشون نوشته در سایت خودش پسرهایی که زیر ابرو برمیدارن اینا از اون زنای خیابانی مثل فاشا که در کنار خیابان نیستن طلب مشتری میکنن اینا پستر هستند. روح الله حسینیان میگه آخه بابا جون ما خودمون والله یه زمان ما قاتل بودیم، شما خیال ما رو دست کم میدونید؟ امام جمعه تهران ببینید این چی میگه. ببینید من چه زحمتی کشیدم اینا رو یکی یکی از سایت های انترنتی اینا کشتم بیرون. امام جمعه تهران میگه این زلزله ها دلیلش میدونید مردم چیه؟ این ناراحتی امام زمان از مردم ایرانه. اگر والا به خدا خواهش آقای خامنه ای از امام زمان نبود تا به حال چیزی از ایران باقی نمانده بود. آیت الله مصباح یزدی ایشون میگه در حکومت اسلامی برای مردم هیچ اعتبار شرعی و قانونی وجود نداره، تنها یک چیز است و آن رضایت ولایت فقیه است. حجت الاسلام طالب میگه اگر دشمن بخواهد سوریه یا خوزستان را بگیرد اولویت حفظ سوریه است نه خوزستان. سوریه استان 35 ایران است. چرا نمیفهمید؟ آخه شما را به خدا گوش کردید؟ ببینید اینا چی هن الان دارن حکومت میکنن. در هر حال خدمتتون عرض کنم یه نکته ایست که واقعا یاد از این نمیشه من حرف بزنم. این حسنی امام جمعه حسنی رو راجبه ببینید این چی میگه. زنهای بیهجاب مانند اتوبوس هستند. این بیهجاب ها اتوبوس هستند، یعنی زنها را به 3 دسته تقسیم می کند. ببینید چه آدمی هم هست، هر چیز زنه میگه 3 دسته هست. از این 3 دسته که من میگم همشون جز یکی این هست. گروه اول زنهای بیهجاب هستند،
اینها مثل اتوبوسن که هر کس میتونه از جلو اتومبیل یا از عقب اتومبیل سوار آنها بشه. دسته دوم جلال خالق، دسته دوم زنهایی که حجاب بدون چادر دارند، چادر سرشون نیست ولی حجابشون کاملا درسته، معمولا مانتو به تن میکنن، روسری به سرشون میذارن. اینها مانند تاکسی هستن، تاکسی های شیک، نه اتوبوس. اینا فقط افراد پولدار و مشخصی را سوار این تاکسی میکنن. بالاخره زنهایی که مثل زن بنده، ببینید راجب زنش چی میگه، اینجا خیلی خنده داره. بالاخره در جریان این زنها زن بنده که مثل الاغ هستند، اینجور زنها که فقط یه نفر میتونه از اونا سواری بگیره و من تنها خودم هستم که از این الاغ که زن منه سواری میگیرم. بدبخت بیچاره فلک زده ملتی که زمامدارانش این گوساله ها هستند. حالا گوش کنید من یه نکته خدمتون عرض میکنم که من از یک کتاب به صورت چند خط برای شما ترجمه کردم. ریاضیدان بزرگ فرانسه، سیاستمدار معروف فرانسه، عزیزانم، اسمش کندورسه. این کندورسه عضو اکادمی علوم فرانسه است که در زمان کنوانسیون عضو مجلس قانونگذاری بوده است. ببینید چه شخصیت برجسته‌ایه. ببینید این چی میگه به خدا، باید اینو با زر نوشت، با طلا نوشت، باید صد بار تکرار کرد. ببین اینو میگه که برای ترقی مادی و معنوی جامعه باید سیستم آموزش و پرورش بر مبنای عقل و شعور پایگذاری بشه. ببینید درباره همین کتابی نوشته که من از این کتاب دارم خدمتون عرض میکنم که من چند سطرشو فقط و اینکه وقت ندارم، من نرفتم سر روایت اصلی. در این باره کتابی با عنوان طرح تصویر تاریخی روح انسان، این عنوان اون کتابی نوشته که من چند سطرشو دارم برای شما به اطلاعاتون میرسونم. سر به خدا گوش کنید. این کتاب و این مرد نوشت ولی متاسفانه، افسوس، هزار افسوس، این فیلسوف در دوره ترور و وحشت انقلاب فرانسه مورد سوء زن قرار گرفت، دستگیر شد، زندانی شد، اما قبل از اینکه سرش با گیوتین وحشت و ترور از تنش جدا شود، در اوج بلوغ فکری و علمی در سن 51 سالگی در زندان خودش را کشت. ببینید این مرد چی نوشته. کندورسه به آینده و حاکمیت عقل در جامعه ایمان داشت. او می‌دانست که بزرگترین قدرتی که خداوند متعال و طبیعت به بشر ارزانی داشته همان قدرت عقل و شعور است. او در کتاب خود چنین می‌نویسد: روزی بدانید، آگاه باشید، آن روز فرا خواهد رسید که آفتاب تنها بر جهان مردان آزاد درخشیدن کند، مردانی که به جز عقل، آن هم عقل خیشتن، کسی را آقا بالا سر نشناسند. و روزی که ستمگران
و غلامان جان نثار و خانزاد و مریدان احمق و ریاکاران متملق. ببینید من علتی رو ترجمه کردم، بلکه عنوان پیر یعنی مقدمه حرف امشب من کیه؟ متملقین و چاپلوسان هستن. ایشون داره میگه که در هر حال این ریاکاران و متملقین دیگر اون روز وجود خارجی نداشته باشند. همینطور بدانید در ایران ما هم امیدوار باشید که روزی این متملقین و این ریاکاران نباشند. به جز در صفحات تاریخ ما اینا رو بیا در صحنه تئاتر ببینیم. حالا بیاد روحت شاد، یه تو ایران نگاه کن که نمیخواد تو در تئاتر ببینی. الان اینش این اینا در ایران داره اجرا میشه. دیدید من برای شما هیئت حاکمه رو برای شما گفتم کیا هستم؟ خب این بیچاره چی میگفت؟ میگفت مملکت نباید تمام زمام امورشو به یه آقا بده، تعظیم کنه. همه مردم اونا که عقل دارن باید در اداره مملکت سعیم باشن. او می نویسد خوشا به حال کسانی که در آغاز چنان روز زنده باشند، خوش در آنهایی که در آن روز در این دوره شباب و جوانی باشند. عزیزانم من اجازه میگیرم یه قطره، برای اینکه گلوم گرفت یه قطره آب بنوشم، بعد میرم سر مسئله اساسی امشب در خصوص اینه که شاهان پهلوی در دام چاپلوسان بودن. به خدا در سفر آذربایجان 70 سال قبل بعد از رفع قائل آذربایجان خرداد 1326 یعنی 70 سال قبل، من به عنوان مخبر رادیو تهران با اعلی حضرت رفتیم اونجا. همش نمیشون گفتن آقای اعلی حضرت، یعنی اینقدر ایشون تو مردم جا داشت و اینقدر راضی بود که حد نداره. من در یه روایت قبلی 1.5 ساعت در خصوص اون مسافر صحبت کردم. تمام اینا در بالگانی میهن تی وی وجوده. الان من دیگه در اون خصوص صحبتی نمی کنم، ولی اینقدر این شاه جوان 22 ساله من ناظر بودم، من پشت سرش بودم، اینقدر خوشش میمد بهش گفتن آقای علاسد. خدا شاد روزی که بهش گفتن خدایگان، بزرگ ارتشداران. اصلا شما ببینید به کجا بردنش. این ابن سینا همون آویسن حرف قشنگی زده، گفته این مردم اینقدر منو بزرگ کردند که تنها موندم. این مردم اینقدر منو گران کردند که من بی مشتری موندم. شاه ما که حال و روزی داشت، یعنی چطور میشه من میرم بیرون از مرحله در برازان. همونطور که عرض کردم الان من میرم برای شما میگم که محمد رضا شاه، رضا شاه کبیر، اینا در دام چاپلوسان افتاده بودند. خیلی کارها میخواستند، ولی دیدیم و شنیدیم در بعضی موارد برعکس اونو انجام دادن. تملق و چاپلوسی برای جان ایرانیان بیش از چند قرن است که کشور ایران این مرز پرگوهر هویت اصلی خودش را از دست داده است. سالهای سال ما ناظر بودیم، شما هم دیدید کشور ایران با پسوند شاهنشاهی و اکنون با پسوند کلمه جمهوری اسلامی همراهه. از زمانی که ایران اسیر این رنگ ها و پسوند ها شد، به قول مولانا موسیعی با عیسی در جنگ شد، و کشوری که در گذشته پرس نامیده می شد با تحولات گوناگون روبروز
گردید و این سرزمین که به ادعای شاعرهایش، این تمام شاعرها اینو گفتن، ملکش سرچشمه هنر است، سنگ کوهش در و گوهر است، خاک دشتش بهتر از زر است. ببینید و میبینید چه روز و روزگار پر نشیب و فرازی داشته است. در دوران سلطنت پهلوی ها کارگزاران، همه کارمندان دولتی کاری میکردند که خاطر خطیر ملوکانه، حالا هم همون کار میکنن که خاطر خطیر رهبر جمهوری اسلامی را، از این که دانشجویان به اصطلاح در ایران و در خارج از ایران تظاهراتی غضب‌آلود میکنن مکدر نمیکنند. اصلا به عرض اون موقع شاه هم نمیرسوندن، حالا به عرض رهبر معظم هم نمیرسونن. کما این که در سال 1354، سه سال قبل از انقلاب، در مسافرت شاه و شهبانو به آمریکا، پلیس برای متفرق کردن مخالفین و دانشجویان اینقدر گلوله گاز اشکاور شلیک کرد که چشمهای کارتر، شاه و شهبانو پر از اشک شد و همگان دیدن که اینا دستمال در آورده بودن چشمهاشون رو بارک میکردن. شاه فقید بنا به گفته و نوشته یکی از نزدیکانش، هیچگاه مایل نبود کسی در اطرافش باشند که انتقاد یا نسبت به او خردگیری کنند و کسی را جرأت و یارای اعتراض نبود. کی داره برای شما تعریف میکنه؟ من در دوران حکومت دکتر مصدق اول مخبر رادیو تهران بودم، بعدم شدم رئیس اداره اخبار رادیو تهران. من حضور داشتم، من بیشتر اکثر سفرهای شاه با سریا، ملکه سریا، و اکثر مسافرت‌های خارج شاه با شعبانو برای گزارش خبر همراهشون بودم. خب من این که عرضون کنم با چشم خودم دیدم، با گوش خودم شنیدم. بیگوش کنید، در جلد سوم خاطرات علم، روز شنبه اول فروردین ماه 1970، پنج میشه چند سال قبل از انقلاب دیگه، چنین میخوانیم: به اتفاق شاه، نخست وزیر، چند نفر از وزرا و مسئولین مملکت عازم مشهد مقدس شدیم. هوا خیلی خوب بود، استقبال گرمی از طرف مردم به عمل آمد. نهار را دست جمعی در حضور شاه خوردیم. گوش کنید حالا اینجا چی نوشته: نهار را خوردیم و هر یکی از ما سعی کردیم گوی چاپلوسی و تملق گوی او را از دیگری برو باییم. خب این خاطرات علمه دیگه، میتونی بخونید دیگه. ببینید علنن هم داره خودش داره میگه ما چیکار میکردیم. خب شما هر کسی جای اون خدا بیامرز باشه، خب طبیعتا دیگه اصلا دیوونه میشه، دیوونه نمیدونه چیکار باید بکنه وقتی دوربرش اینا بودن دیگه. حالا برای تون اجازه میمانی اصلا تا الان باور کنیم اصلا اجازه این عینک هم عوض کنیم. چیش من مثلا همچون داره آب میاد از اشتیم، بی خود کردم رفتم کاتاراگو، یعنی کاتاراگ یعنی ایران، تو ایران میگن آب مرواریت. هیچی بی خود رفتم عمل کردم، الان همه جا رو تار میبینم. حالا در حال مثل که این عینکی که گذاشتم الان یه ذره بهتر شد.
حالا گوش کنید، حتی این فکر نکنید مربوط به شاهنشاه و پدرش رضا شاه بوده، نه والا، در ضیافت های دوران قاجاریه که سلطان صاحب قران به وزیران افتخار داده بود که در حضور ملوکانه نهار بخورند، یکی از وزیران می شنود که شاه می گوید عجب خورشت بادنجون خوبی تهیه کرده بودم. صدر اعظم تعظیم می کنه، میگه بله قربان، واقعا چقدر این خورشت بادنجان لذیذ بود. چند لحظه بعد که غذا تمام شد، شاه مشغول خوردن مربای به با ماست بود، رو به صدر اعظم می کند، میگوید عجب خورشت بادمجان بدی امروز بود برای ما درست کردن، اصلا بادمجان ترخ بود. صدر اعظم جواب میده، تعظیم میکنه، بله قربان، همین طوریست که شما میفرمایید. شاه برافروخته میشه، میگه مردی که پدستک چند لحظه پیش میگفتی که خیلی خوبه، خیلی خوشمزه، آخر چطور الان داره میگه ترخ بود؟ ببینید این صدر اعظم چه جوابی میده، ببین اون چه واقعا آدم زبری بوده. تعظیم میکنه باز، میگه قربانت گردم، بنده نوکر شما هستم، من نوکر اعلی حضرتم، نه نوکر بادمجان. کهن سالان، میان سالان، این داستان واقعی را شنیدند، من اینو برای میدونی چی گفتم، برای اطلاع نسل جوان ایران. حالا گوش کنید، یه چیزی دیگرم خاطره دیگر دارم براتون بگم. رضا شاه که از بدن و متن جامعه ایران برخواسته بود، وقتی که به قدرت رسید از چاپلوسی ها، متملقین، کلاش ها متنفر و بیزار بود. در یکی از مراسم رسمی که هیئت دولت، صاحب منصبان، سفرهای کشورهای خارجی به صف در کاخ گلستان ایستاده بودند، رضا شاه که با فقط حرکت دادن سر، آن هم به آهستگی، از کنار آن میگذشت، وقتی جلوی فرمان فرمای پیر رسید ایستاد، گفت حالت چطوره فرمان فرما؟ فرمان فرما تعظیم کرد، گفت قبله عالم به سلامت و زنده باشه، حالم خوب است. عزیزانم گوش کنید، در این موقع رضا شاه قدمی به جلو برداشت، با دوتا دست خودش فرمان فرمای پیر را 90 درجه چرخوند، با عصبانیت گفت قبله عالم اون طرف است. ببینید چه اوتوریتری داشت و چجوری واقعا چیز میکرد. حالا گوشی میگم، گوشی من، گوشی دست خود منه. حالا براتون یه نکته ای رو اینم روایت خواهم کرد. روزنامه اتحاد ملی در سال 1347 نوشت به حساب دقیق 53 نفر از همه طبقات معی تهران دفتر یادبود ملکه مادر را به شکرانه سلامتی ذات ملوکانه
از خطر سوء قصد در کاخ مرمر امضا کردند. در حادثه سوء قصد به جان شاه دفتری روی میز بزرگ مرمر در سالن کاخ مرمر قرار دادند. از هیئت دولت 3 نفر، از نمایندگان مجلس 23 نفر، از رجال 31 نفر، از روزنامه نگاران 12 نفر، از افسران ارتش 4 نفر در امضای دفتر شرکت کردند. بقیه 944 نفر از سایر طبقات بودند. از رجال عده‌ای ساده امضا کردند، برخی شرحی نوشتند و از سلامتی شاهنشاه شکرگزاری کردند. البته اینها تعارفاتی کردند، نوشتند مثل چاکر یا چاکر جان‌نثار امضا کردم. ولی گوش کنید، یه سلشگری، چون من خودم هم امضا کردم دیگه، روزنامه نویسم فضول دیگه، گفتم بخونم ببینم اینا چی نوشتم. یه سلشگری که ایشون زنده است الان، در کالیفرنیا هم هست، ایشون ببینید چی نوشته. من قلم و برداشتم و کپی کردم. اولیا حضرت ها، یعنی داره طرفش مادر پادشاه، اولیا حضرت ها، از خداوند تبارک و تعالی خواهانم که به فرزند تاج دارد بقا سلامتی همیشه اعطا فرماید. شاهنشاه، حالا اینه دیگه، طرفش با شاهنشاه داره صحبت میکنه. شاهنشاه، بقای عمر تو باشد 1000 سال، سالی 1000 ماه، ماهی 1000 روز، روزی 1000 ساعت، هر ساعت 1000 دقیقه، هر دقیقه 1000 ثانیه. بعد سلشگر، ولی من چون اسم ایشون نمیگم، که خوشبختانه هنوز ایشان حیات دارن، در هر حال در قربت هم به سر میبرن. به این ترتیب این آقای سلشگر یعنی برای شاه هزارها میلیارد سال تقاضای عمر کرده بود، عمر خداوند برای ایشون تقاضا کرده بود. در حالی که شنوندگان عزیزم، همگان دیدید عمر خدا بیامرز از حباب روی آب کمتر بود و در عنفوان جوانی در غربت فوت کرد. حالا براتون خدمتتون عرض میکنم یه خاطره ای دارم از محمد مسعود، چون من خبرنگار مرد امروز هم بودم. در 19 مرداد 1325 ارتش منطقه زنجان را اشغال کرد و مردم نجیب و ستم دیده آن نایه از تعدیات 1 ساله حکومت اراذل و باش، یعنی دموکرات ها، نجات پیدا کردند و در خرداد 1326 نزدیک 70 سال قبل من با عنوان خبرنگار رادیو تهران با قطار راهن همراه شاه به آذربایجان رفتم. آن روزها رادیو تهران نوپا بود. خبرگزاری پارس که من نماینده و خبرنگار اعزامی هم به آذربایجان بودم، تنها خبرنگار خبرگزاری رسمی ایران بود که مطالبان در اختیار تمام خبرگزاری های مهم دنیا قرار می گیره و در سراسر جهان انعکاس پیدا می کرد. در هر حال من اینم در یک گزارش مفصل خدمتون عرض کردم که دسترسی به اون حتما در آرشیو میهن تیوی موجود. بعد وقتی برگشتم تهران برای مسعود تعریف کردم، یه داعاتی چاقو به دستش گرفته بود سر پسرشو از بدن جدا کنه جلوی شاه. من همون موقع گفتم حتما این ساختگیه دیگه، مگه میشه؟ فکر میکنم 90% واقعا ساختگی بوده، مگه که یه بابایی میذاره سر بچهش؟ ولی کارد بزرگ دستش بود. و بعد فوری دو نفر، یکی سروان شفقت، یکم سروان چیز قرباقی که جز همراه هم بودن، دویدن کارد ازش گرفتن. من اینو وقتی به مسعود گفتم، به من گفتش آخه تو چجور مخبری هستی؟ تو چرا به اون داعاتی که داشت این کارو میکرد
دختر پسرشو جدا کنه نگفتی اماغلی مرد حسابی این چاقو رو میخواستی در به شیکم غلام یحیی و پیشه‌وری فرو کنی. محمد مسعود این موضوع را عنوان سرمقاله مرد امروز هفته بعد اینو کرد. در آن روزها عزیزانم منصور الملک استاندار آذربایجان بود، سپهبد شاوقتی فرمانده لشکر بود، این سروان قره‌باغی هم که بعد شد ارتش بود، سروان شفقت هم که بعد شد ارتش بود، اینا هم جز همراهان بودم. شاه در دهات بچه های کوچک را در آغوش میگرفت. شاید آن روزها در دل از خدا آرزو میکرد که خداوند به او پسری عنایت فرماید که همگان دیدیم به آرزوی خود رسید. خداوند بخشنده و مهربان است. حالا گوش کنید، اصلاحات ارضی در سال 1342 از مراغه آغاز شد. شاه اسناد مالکیت رعایا را طی مراسم خاصی به آنان اهدا نمود. در این مراسم که استاندار، فرماندار، فرماندار نظامی منطقه، روحانیون تراز اول حضور داشتند، پس از اینکه فرماندار مراغه خیر مقدم گفت، دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی گزارش مفصلی را به عرض رساند. تا اینکه حالا گوش کنی، جای خنده‌دارش اینجاست، تا اینکه نوبت عرض خیر مقدم به امام جمعه شهر رسید. روحانی عالی قدر در چاپلوسی و تملق که مختص روحانیون مدیح سراست سنگ تمام گذاشت. سخنرانی خود را با این جمله شروع کرد: اعلی حضرتا، مردم این منطقه خصوصا اهالی مراغه اعلی حضرت را دوست ندارند. ای بابا ببینه چی گفت، رنگ از صورت شاه پرید، همه همینجوری مات شدن. در حالی که کمی مکس کرد و حاضران از این جسارت همه هاج و واج بودن، من اونجا ناظر بودم، رنگ از چهره استاندار و ارسنجانی پریده بود. امام جمعه با صدای بلند گفت: آری اعلی حضرت، مردم مراغه شما را دوست ندارند. بعد با صدای بلندتر گفت: بلکه اعلی حضرت را میپرستند. آخه شما را به خدا تماشا کنید، ببینید من ناظر چه صحنه هایی بودم والا. آخه دی اینا ببینید، همیشه تاریخ از همین نوشته های پراکنده نوشته میشه. من الان باید بگم که اینا بره توی تاریخ مملکت. خلاصه اینا ببینید، من خاطره بعد راجب تملق اینا خیلی دارم عزیزانم. به خدا نه رضا شاه، نه فرزندش محمد رضا شاه، نه خمینی، به خدا هیچ کدام اینا گناه و تقصیری ندارن. گناهکار مقصر اصلی این چاپلوسان و متملقین هستن. رضا شاه را که بالاترین خدمت را به ایران کرد، با آن خاری و خفت از ایران بیرون میکنند. محمد رضا شاه را تا حد بزرگ خدایگان میرسانند. آنقدر به او دروغ میگویند که او ایران را دروازه تمدن ایشون دروازه تمدن بزرگ مینامد. نوشته‌ای به دستش میدهند که در پاسارگاد با صدای بلند بگوید: کوروش آسوده بخواب، ما بیداریم. در حالی که او نمیدانست زیر گوشش در مسجد نیاوران، میدونید مسجد نیاوران چند متری کاخ صاحب قرانی است؟ واقعا به 100 متر نمیرسه، 70-80 متر زیرش، زیر کاخ دیگه. او نمیدانست در همین مسجدی که زیر گوششه چه میگذرد، چون غلام های خانزاد، غلام های جانسار نمیگذاشتند که او این صداها را بشنود. آخر الامر دیدیم بر سر او و بر سر مملکت چه آمد. نازنینانم، عزیزانم، حقیقت دهشتناکی، من اینو بارها گفتم،
حقیقت دهشتناکی در بطن تاریخ وجود دارد که عدم شناخت و درک آن بسیار بزرگان را به تیر روزی نشانده است. آن حقیقت تاریخی برایتان میگویم، آن حقیقت تاریخی اینه: هر عظمتی غرور میآفریند، غرور عظمتها را به حقارت و نیستی میکشاند. دریغا، دریغا عظمتی که ویران شد، دریغا آینده‌ای که هرگز فکر نگرفت، دریغا آفتاب عظمت ایران که غروبی دهشت‌زا داشت. حالا من اجازه میخواستم یه چیزی گذاشته بودم که برای شما چیز کنم، روایت کنم، ولی فکر میکنم که اون وقت زمانی رو که آقای بهبانی نازنینم در اختیار من گذاشته نمیخواهم که از اون زمان بگذرم. و من خدمتتون عرض میکنم، بدانید هر سرگذشتی بخشی از تاریخ پرحادثه میهن ماست. این گزارش را با یک خاطره دیگر از رضا شاه خاتمه میدم که به اصطلاح فرنگی ها هپی اند باشد، یعنی پایان دلپذیری داشته باشد. عزیزانم، اینم که تعریف میکنم، این من حضور داشتم روز افتتاح دانشگاه تهران، که براتون میگم که اصلا این دانشگاه تهران چجوری اصلا افتتاح شد. الان هنوز بزرگترین دانشگاه خاورمیانه است. اون روز وزیر معارف اسمش آقای وزیر معارف، مثل این که این آقا الان اسمش یادم رفت، ممکنه که ذره فکر کنم یادم بیاد، ایشون وزیر معارف، اون موقع معارف میگفتن، حالا شده فرهنگ، خطاب به رضا شاه گفت: اعلی حضرت ها، حالا رضا شاه داشت اونجا سنگ اول میذاشت، اعلی حضرت ها، شما انوشیروان دادگر هستید. رضا شاه از نخست وزیر وقت پرسید: این حرفی که این وزیر میزنه درسته؟ رئیس الوزراء تعظیم کرد، تملق را چرب‌تر کرد و گفت: بله قربان، شما بهتر از انوشیروان عادل هستید. رضا شاه در حالی که از این چاپلوسی، اون هم چاپلوسی وزیر معارف، اسمش یادم اومد، آقای مرآت بود، وزیر فرهنگ و نخست وزیر، بعدش اومد رنگ از صورتش پرید، خطاب به نخست وزیر گفت: بگو به من صدر اعظم و مشاور مخصوص انوشیروان عادل کی بوده؟ اون همینجوری هول شد، از بس هول شده بود همینجوری میلرزید. تو بگو صدر اعظم انوشیروان عادل کی بود؟ اون همینجوری سکوت کرد. بعد خود رضا شاه یه توف کرد رو زمین، گفت: صدر اعظم و مشاور انوشیروان عادل بزرگ مهر بود، نخست وزیر من، حالا تو دیوس هستی. خب ببینید این مرد چی میگفت، چقدر منزجر بود، چقدر ناراحت بود. خاطری حالا باز از این بوزرجمهر و یاد آمد، این بوزرجمهر واقعا اینا بودن که نمیذاشتن شاه خطایی بکنه. این بوزرجمهر، این وزیر دانا و توانای انوشیروان عادل، هر صبح که به دیدار شاه میرفت با صدای بلند میگفت: اعلی حضرت، آخه چرا تا حالا خوابیم؟ ساعت 11 است، ساعت 12 است، سهرخیز باش تا کام روا باشی. ببینید چقدر قدرت داشت انوشیروان، که عادت به سهرخیزی نداشت، از این سخن کنایه آمیز وزیرش خیلی ناراحت شد، حتی خوشش نیامد، ولی با خودش فکر کرد: من باید اینو ادبش کنم. چیکار کرد؟
تنی چند از غلامان دربار را. گفت شما صورت نعوض کنید که ایشون شما رو نشناسه. مأمورشون کرد که در لباس دزدان، یعنی لباس اینا دزد مثل دزدن، سهرگاهی که داره بزرگ میاد به دربار، سر راه او بیستن، او را لخت کنن، همه جامعه هایش را اتنش در گرم. غلامان همچنان کردن. بوزرجمهر بیچاره ناگزیر شد به خانه برود تا رخت و لباس بپوشد، حتی به حضور شاه برسد. شاه هم چی کرد؟ شما چطور خودتون امروز تأخیر داشتید؟ ایشون تعظیم کرد و گفت به دلیلش اونه که دزدان راه را بر من بستند، جامعه هایم را رو بودند. به این ترتیب من ناگزیر بودم بروم منزل لباس عوض کنم بعد الان به حضور شما بیام. انوشیروان گفت بنابراین سرخیز بودن همواره موجب کامراه شدن نیست. خواست ذره بزنه دیگه. حالا گوش کنید ببینید که این مرد بزرگ مهر چی جواب میده. جواب میده اعلی حضرتا، دزدان به این جهت کام روا شدند که از من سرخیز تر بودند. اصلا ماتش برد انوشیروان عادل. خب این افراد کجا بودند که شاه ما را راهنمایی کنند که ما به این روز سیاه نیفتیم؟ حالا من میخواستم یه نکته رو به شما برسونم. نمیدونم آیا من میتونم حتی الان، بله 2 دقیقه دیگه، آقای بهبانی اجازه میدید که من یه نکته ایرم به عرضتون برسونم که ببینید باز راجب همین موضوع تملق و چاپلوسی ها. این من میخوام یه گزارش خیلی کوتاهی، اینو یادمه که یه موقعی هم من اینو عنوان کردم، اگر اجازه میفرمایید من اینو خدمتتون عرض کنم. میخوام بگم که در مسافرت شاه و شهبانو به پاریس در سال 1974، هنگامی که برای بازدید از تأسیسات اتمی فرانسه در جنوب اقامت داشتن، بعد از ظهر یک روز آفتابی قبل از اینکه شاه و شهبانو کشور فرانسه را ترک کنند، در باغچه مصفای هتلی در حومه شهر نیم نشسته بودند. بندم اون موقع چیکاره بودم؟ بندم اون موقع سرکنسول ایران در پاریس بودم و همراه اعلیحضرت در اونجا حضور داشتم. گوش کنید ببینید این مکالمات بین یک ایرانی مقیم شهر لیون با شاه به عمل آمد. ایشونو من بردم معرفی کردم. گفت سلام آقای اعلیحضرت، حالتون خوبه؟ خوش اومدید اینجا. من خوشحالم که شما را میبینم، خوشحالم به فارسی الان با شما حرف میزنم. اسم من جانه، کار و شغلم خیلی خوبه، من کلیمی هستم، فامیلم میکائیلوفه. 50 سال پیش وقتی ریختن تو تهران محله جودار آتیش زدن، من فرار کردم، پیاده تا قزوین دویدم، بالاخره بعد از ماها خودم رو به اینجا رساندم. در شهر لیون کارخانه نساجی زدم، کار و بارم سکه شد. این قالیچه هایی که تو اتاق شما الان تو این هتل انداختن همش مال منه، بلکه هتل که قالیچه نداره که. توی اتاق های این هتل اصلا قالیچه نداشت. شما رو به خدا مزایقه نکنین، هر کدامش دوست دارین بردارین با خودتون ببرید تهران. اعلیحضرت در حالی که لبخندی به لب داشت، من بلوشون ایستاده بودم، گفت خیلی ممنونم. در این موقع جان دست در جیب خودش کرد، یه لنگه گوشواره قدیمی در آورد و گفت این گوشواره به گوش زن فتلیشا بوده، من آن را در یک حراجی خریدم. حیف که یه لنگه است، حالا که خالیچه رو بر نمی دارین این گوشواره را به خانمتون بدین.
به اشاره شاه سرلشکر ایادی گوشواره را از او گرفت. اعلی حضرت پرسید شما حالا چیکار میکنید؟ جان گفت 80 سال دارم، روزا ورزش میکنم، اسکی رو آب میکنم. پسر بزرگم جراح قلب باز فرانسه است. اعلی حضرت گفت آیا به ایران سفر کرده است؟ جان گفت خیر، اینجا به دنیا آمده، اصلا فارسی که بلد نیست. بعد در این موقع اعلی حضرت دستور دادن که وزارت دربار ترتیب مسافرت پروفسور میکایلوف فرزند جان را به ایران بدهد. عزیزانم، در تمام مدتی که این مذاکرات خالصانه، صمیمانه، عاری از تملقات، عاری از مبالغه های معمول درباری انجام میشد، من از نزدیک ناظر صحنه ای بودم که مطمئن هستم در دوران سلطنت 37 ساله محمد رضا شاه پهلوی نظیر نداشته است. ای کاش همه صداقت و سادگی جان میکایلوف را داشتند. فردای آن روز در حالی که شاه شخصا هدایت هواپیمای سوپرسونیک که اسمش کنکورد بود اینو عهده‌دار بود، این فاصله هواپیمای پاریس تهران رو که به حد معمولا 8 ساعته این 2 ساعته طی می‌کرد. ایشون هدایت هواپیمای کنکورد را به عهده گرفت و از شهر زیبای نیل مستقیما به تهران پرواز کرد. من زمانی که افتخار خدمت در سفارت ایران در پاریس را داشتم به همت والای سناتور فروخی، فرزند زنده یاد زوکائل مرک فروخی و حمایت دولت کوشش کردم آثار باستانی عتیقه های ایرانی را که در دوران قاجاریه روانه بازارهای اروپا شده آنچه در پاریس عرضه می شود برای ضبط و نگاهداری در موزه های کشور خریداری به ایران بفرستیم. این کار با موفقیت انجام شد، موزه های ایران رونق گرفت، ولی بعد از انقلاب آنچه رشته بودیم پنبه شد. اغلب آنچه را که ما با نظر خانم صادق و سایر کارشناسان خریداری کرده بودیم باز از حراجی های پاریس سر در آورد. انشاءالله نسل بعد از ما مجدداً با قیمت‌های بیشتری آن آثار بی‌نظیر تاریخی را خواهند خرید و به ایران خواهند فرستاد. ولی افسوس و صد افسوس، مغزهای فراری را دیگر به هیچ قیمتی نمی‌توان خرید و به ایران بازگرد. از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاری می‌کنم. روز و روزگارتون خوش.